آقای ماشین چیان، تحلیل به شما از این نابسامانی ها در بازار نان و مشکلاتی که برای مردم به ویژه در مناطق محروم پیش اومده چی هست؟ درود بر شما. این شرایطی که امروز در ایران به وجود آمده اتفاق تازه‌ای نیست. متاسفانه در تاریخ سیاست‌گذاری و در ادبیات اقتصادی ما این پدیده رو بارها و بارها مشاهده کردیم. هر جایی از تاریخ در هر کشوری که ما اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز داشتیم همین اتفاق افتاده. وقتی برنده و بازنده اقتصاد توسط دولت تعیین میشه، وقتی همه منابع از تهران توزیع میشه، در نتیجه همیشه منابع بیشتری به تهران و به مراکز استان ها میرسه و تا زمانی که نوبت شهرستان های دور افتاده برسه دیگه چیز زیادی از این منابع باقی نمیمونه. مضاف بر اینها کارمندی که در تهران زیر کولر نشسته، زیر ساخت و شرایط رو در خاش و زاهدان و بندر عباس و کازرون در نظر نمیگیره، لذا در نتیجه شاهد توزیع نامتقارن و غیر عادلانه منابع هستیم همیشه با این سیاست هایی که پیش گرفته شده. از اینها بگذریم، واکنش راه حل سیاستگزار ایرانی به تمام مسائل اینه که یه سامانه ای راه بندازن و به قول خودشون موضوع رو هوشمند کنن. این هوشمند کردن، به قول خودشون هوشمند سازی، این چیزی رو حل نمیکنه. این صرفا گره های بوروکراتیک بیشتری پیش به وجود میاره و شرایط رو از اونی که بوده هم پیچیده تر و سختتر میکنه و مشکلات جدیدی خلق میکنه، کما این که ملاحظه میکنید الان این اتفاق افتاده. خب این طرحی که دارن اجرا میکنن آقای ماشینچیان، حتی نانوایان هم از اون راضی نیستند. گزارش های بسیاری منتشر شده که بسیاری از اونها خواهان توقف فعالیت هستند در حال حاضر. به نکته خیلی خوبی اشاره میکنید، نکته دقیقا همینه. در نتیجه سیاستگذاری ناشیانه کابینه 13 و البته قبل از اونم اینطور نیست که خیلی اوضاع بهتر بوده، ولی الان دیگه واقعا وخیم شده اوضاع، یه شرایطی در کشور به وجود آمده که باخت باخته، هم برای کاسب و تاجر و کارآفرین باخته، هم برای مصرف کننده ایرانی. اون اقشاری از مردم که آسیب پذیرتر هستن، خب طبیعتا اونا بیشتر آسیب میبینن. مسئله صنعت زدایی که به ویژه در 10-12 سال اخیر از زمان مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی مطرح شده و تقریبا تمام صنایع ایران رو به مرحله تعطیلی و ورشکستگی کشونده، دقیقا همین بوده. این راهی که در پیش گرفته سیاستگزار ایرانی امروز، این صرفا فساد رو بیشتر خواهد کرد، توزیع نامتقارن و غیرعادلانه رو بیشتر خواهد کرد، واکنش رو به تغییر شرایط در بازار طولانی تر خواهد کرد و در نهایتش همه ضرر خواهند کرد متاسفانه. در این شرایط باخت باخت که الان شما توصیف کردی، در واقع دولت حالا تصمیم گرفته که فاز دوم این طرح رو هم اجرا بکنه، تبعاتش چی آقای ماشیچه؟ اول اینکه کیفیت نان در ایران از اینی که هست هم پایین تر خواهد اومد. من متاسف مطمئنم که مردم زیادی با از شنیدن این نگرانتر حتی خواهد شد، اما واقعیته. همین الان هم کیفیت نان در ایران به دلایل مختلف پایینه. واقعا مردم ایران هر سال باید پول بیشتری بپردازند که نان بی کیفیت تری بخورند. هرچه کیفیت نان پایین تر بیاد، دورریز نان بیشتر خواهد شد. متاسفانه این یک چرخه بی انتهاست. یعنی نتیجه سیاست گذاری غلط باعث میشه همون منابع کمیاب با ارزشی که وجود دارند هم تلف بشن. قیمت نان دوباره افزایش خواهد یافت. دولت ممکنه در کوتاه مدت مقاومت کنه، اما در میان مدت دوباره ناچار به عقب نشینی خواهد شد، چرا که تولید نان در شرایط فعلی با این مدل فعلی برای نانوا واقعا اقتصادی مقرون به صرفه سودآور نیست. در نتیجه قیمت ها به زودی باز بالاتر خواهد رفت. هرچه این شرایط ادامه پیدا کنه، فساد و رانتی که سالهاست در این حوزه وجود داشته بیشتر خواهد شد. اینا تبعاتی هستن که ما سالهاست داریم رشد پیوسته اونها رو متاسفانه به چشم می‌بینیم و باید بگم که از این به بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد و بیشتر هم خواهد شد. بسیار ممنونم از توضیحات شما، محمد ماشینچیان، روزنامه‌نگار اقتصادی از پیترزبورگ.